بینندگان گرامی سلام و وقت بخیر به یک بسته تازه خبری دیگر از دری میدیا خوش آمدید. جبهه مقاومت از حمله شدید بر طالبان در هرات و جبهه آزادی از حمله بر کابل خبر داده و طالبان آن را حمله فیسبوکی و پروپاگند می خوانند. در همین حال آتش سوزی در قندهار خسارت‌های 38 میلیونی را بر شهروندان کشور وارد کرده است. همزمان با این پاکستان گفته است که دستیار اسامه بن لادن را گرفتار کرده است. همچنین یک جوان در هرات، یک دکتر در خوست و یک مرد در جوزجان کشته شدند. با ما باشید و از جزئیات این اخبار و چندین گزارش تازه و مهم دیگر آگاه شوید. منابعی که محلی در قندهار از وقوع آتش سوزی در ولسوالی اسپین بولدک این ولایت خبر می دهند. با گفته یه منابع این آتش سوزی در منده کاکران بازار ویش ولسوالی اسپین بولدک صورت گرفته است. آنان افزودند که این آتش سوزی بیش از 38 میلیون افغانی خسارت بر جای گذاشته است. با گفته یه منابع آتش سوزی گسترده بوده و پس از 6 ساعت مهار شده است. داغ اوور دا کاکران مندی سرمی مارکیټ وسنګ کاکران مندی دا اوور اخس دې سمې خانه وسو بول راول شو شګړی کیش. در همین حال مقام های امنیتی طالبان در جوزجان از قتل یک مرد در ولسوالی درزا به این ولایت توسط دامادش خبر میدهند. عبدالستار حلیمی سخنگوی فرماندهی امنیه طالبان در جوزجان روز جمعه 29 سرطان گفته که این فرد محمد رسول نام داشت و روز پنجشنبه 28 سرطان در روستای مغول ولسوالی درزاب با ضربات چوب و تبر به قتل رسیده است. با گفته او فرد متهم به قتل توسط نیروهای طالبان بازداشت شده است. حلیمی می افزاید که تاکنون انگیزه قتل روشن نیست و بررسی ها در این مورد جریان دارد. همچنین منابع محلی در هرات از قتل یک پسر جوان به نام رحمت الله در این ولایت خبر می دهند. با گفته یه منابع جسد این پسر جوان روز پنجشنبه 29 سرطان از منطقه حواده از مربوطات ولسوالی انجیل ولایت هرات پیدا شده است. بر اساس گفته های منابع این پسر جوان پس از آن که به قتل رسیده جسدش در ساحه حواده ولسوالی انجیل بر سر زمین های زراعتی انداخته شده است. وضع امنیتی در ولایت هرات بسیار رو به خراب شدن است. از نیروهای امنیتی افغان خواهشمند که در وضع بهبود امنیت کوشش های زیاد نمایند. تا کنون مشخص نیست که او توسط چه کسی و با چه انگیزه‌ای به قتل رسیده و طالبان در هرات نیست تا کنون در این مورد چیزی نگفتن. همزمان با این منبع محلی در خوست از قتل یک دکتر جوان در این ولایت خبر می دهند. با گفته یه منابع این دکتر عصر روز پنجشنبه 28 سرطان در مرکز ولایت خوست به قتل رسیده است. منابع از این جوان به نام بسم الله یاد می کنند. دلیل و عاملان این قتل تاکنون روشن نشده و طالبان می گویند که تحقیقات در این زمینه آغاز شده است. همچنین منابع محلی در ننگرهار میگویند که استخبارات طالبان یک دکتر متخصص به نام یعقوب شینواری را در این ولایت بازداشت کرده است. منابع روز جمعه 29 سرطان گفتند که طالبان این دکتر را دو روز پیش از معاینه‌خانه شخصیش در شهر جلال‌آباد بازداشت و بر جای نامعلوم انتقال دادند. و گفته که منابع دلیل بازداشت شینواری روشن نیست و طالبان نیز از دادن اطلاعات به فامیل وی خودداری می کنند. مسئولان محلی طالبان در ننگرهار تاکنون در این مورد چیزی نگفتند. در همین حال جبهه مقاومت ملی ادعا کرده که در نتیجه یک حمله بر طالبان در هرات آمر کشف حوزه 12 این ولایت را با یک همراهش کشته است.
و گفته یه جبهه مقاومت این حمله شب پنجشنبه 28 سرطان در روستای حسن آباد نزدیک ریاست مهاجران هرات انجام شده است. جبهه مقاومت ملی از آمر کشف حوزه 12 این ولایت به نام قاری عبادالله یاد کرده است. طالبان در هرات اما میگویند که این گفته ها پروپاگند و خلاف واقع است. با گفته که طالبان هیچ حمله ای انجام نشده و قاری عبادالله صحیح و سالم است. همزمان با این جبهه آزادی نیز مدعی است که روز گذشته جمعه 29 سرطان حمله شدیدی را بر ایست بازرسی طالبان در نزدیکی فابریکه حربی واقع در منطقه جویشیر شهر کابل انجام دادند. با گفته یه جبهه آزادی در این حمله 3 طالب کشته و 1 طالب دیگر زخمی شده است. طالبان اما میگویند که این گفته ها دروغ و خلاف واقع بوده و ویدیوها نیز ساختگی اند. از سوی هم پلیس پاکستان از بازداشت امین الحق دستیار اسامه بن لادن رهبر سابق القاعده خبر داده است. پلیس ایالت پنجاب در بیانیه‌ای نگاشته که الحق در پی یک عملیات برنامه‌ریزی شده نیروهای پاکستانی روز جمعه 19 جولای در این ایالت بازداشت شده است. بر بنیاد این بیانیه فرد بازداشت شده در سال 1996 میلادی دستیار رهبر کشته شده القاعده بود. بر اساس گزارش‌ها وی حملاتی را بر ادارات دولتی در پنجاب برنامه ریزی کرده بود و همچنان می‌خواست برخی از شخصیت‌های سیاسی این کشور را ترور کند. همکار رهبر سابق القاعده برای بازجویی به مکان نامعلومی انتقال داده شده است. همزمان با این حدود 10,000 تن از ساکنان شهر بنوی ایالت خیبر پختونخوا با راه اندازی گرد همایی اعتراضی مخالفتشان را با عملیات احتمالی ارتش پاکستان علیه شبه نظامیان در این ایالت ابراز کردند. این معترضان روز جمعه 19 جولای گفتند که عملیات نظامی هرگز نمیتواند جایگزین صلح شود. گفتنی است که چندی پیش اسلام آباد طرح عملیات نظامی زیر نام عزم استحکام را به هدف سرکوب شبه نظامیان مخالف دولت این کشور در خیبر پختونخوا اعلام کرده بود. دوستان گرامی، به پایان این بسته یه خبری رسیدیم. از اینکه تا این دم با ما همراه بودید سپاسگزاریم. تا درود دیگر، بدرود.